سلام مجدد، دوباره خوش آمدین. یک حمله انتحاری دقایق پیش شهر کابل را تکان داد. فرمانده پلیس کابل با تایید این رویداد میگوید که این انفجار در چهارراهی زنبق شهر کابل رخ داده است، اما تاکنون مقام‌های امنیتی در مورد تلفات و خسارات ناشی از آن چیزی نگفتند. برای جزئیات بیشتر این خبر، آقای فواد ناصری خبرنگار آریانا نیوز را از صحه با خود داریم. آقای ناصری سلام بر شما، و تازه‌ترین جزئیات در مورد حمله انتحاری امروز چیست؟ تشکر همکار عزیز، سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز آریانا نیوز. دقیقاً حوالی ساعت 8:20 دقیقه صبح امروز یک انفجار نیرومند بخشای زیاد از کابل را تکان داد و شاهدان عینی میگن که این انفجار ناشی از یک موتربم در نزدیکی سرک 14 وزیر اکبرخان و نزدیکی سفارت جرمنی بوده. و زمانی که ما به محل رویداد می آمدم، شما باور کنین که حتی از منطقه گلبار سنتر که خیلی دور هست با منطقه وزیر اکبرخان، شیشه ها شکسته بودند. به شهر نو همچنان بیشتر دکان ها تخریب شده بودند، حتی زخمی ها در خود منطقه شهر نو کابل بود. از نتیجه شکستن شیشه ها زخمی شده بودند شماری از دکاندارا. و دقیقا شاهدا میگه که در نزدیکی یکی از بخشای شرکت مخابراتی روشن و همچنان در نزدیکی سفارت جرمنی این موتربم انفجار کرده. تلفاتش خیلی زیاد هست. من بیشتر به خانه امرجنسی شهر کابل بودم، در اوجا بعضی از کسایی که اعضای خانوادهشان زخمی یا هم جان باخته بودند در این رویداد آمده بودند، با میگفتند که تنها در شفاخانه امرجنسی بیش از 200 کشته و زخمی را دیدن. و میتوان گفت از نظر نیرومند بودن یا هم قوی بودن، این رویداد پس از رویداد شاهشهید خیلی نیرومند بوده و همچنان یکی از پرتلفات ترین حملات در کابل میتوان گفت که این رویداد بوده. هنوز مشخص نیست که به چه تعداد کشته و زخمی داشته این حمله، اما بیش از 200 کشته و زخمی خود کسایی دیدن که اعضای خانوادهشان کشته یا هم زخمی شده. شهر از منطقه گلبار سنتر بسته است، در منطقه شهر نو همچنان بسته بود و بیشتر دکانهایی که در شهر نو، در وزیر اکبرخان یا هم در اطراف شفاخانه امرجنسی است تخریب شده به گونه قسمی. اما حال ساعت از طرف نیروهای امنیتی مسدود هست، برای کسی از همین قسمت اجازه عبور و مرور به محل رویداد نمیتن و ما تلاش میکنیم تا دقایق دیگه را دیدگاه یکی از مقامات امنیتی را درباره چگونگی و همچنان تلفاتی رویداد با خود داشته باشیم. اما باز هم میخواهیم بگویم که یکی از پرتلفات ترین و یکی از نیرومندترین انفجارها در شهر کابل بوده. بله، بسیار تشکر از شما آقای فواد ناصری خبرنگار آریانا نیوز. جزئیات بیشتر این خبر را تکرار میکنم. یک موتربم دقایق پیش شهر کابل را تکان داد. فرمانده پلیس کابل با تایید این رویداد میگوید که این انفجار در چهارراهی زنبق شهر کابل رخ داده است، اما تاکنون مقام‌های امنیتی در مورد تلفات و خسارات ناشی از آن چیزی نگفتند. اما تازه‌ترین گزارش‌هایی را که فواد ناصری خبرنگار آریانا نیوز از محل رویداد برای ما گزارش کرده این است که موتربم در نزدیکی سفارت جرمنی صورت گرفته و همچنان از اثر شکستن شیشه های زیاد اماکن مسکونی، فروشگاه ها، ساختمان های تجارتی زخمی های بیشتری بر جا گذاشته است. دوره که گزارش ها می رسانه نزدیک به 200 کشته و زخمی به شفاخانه امرجنسی شهر کابل انتقال داده شده است و گفته میشه این انفجار یکی از نیرومندترین انفجارها پس از رویداد شاهشهید شهر کابل تلقی میشه. همکاران ما در ساحه تلاش میکنند تا با مسئولان امنیتی گفتگوی داشته باشند و تازه ترین جزئیات از مسئولان امنیتی در ساحه از آنها جویا شوند.